فرهاد، کاخ سفید چه توضیحی درباره ارسال کمک نظامی آمریکایی داده؟ خب پیام دقایق پیش کاخ سفید اعلام کردش که امروز قراره برای سومین بار ظرف از شنبه تا کنون رئیس جمهور آمریکا این دفعه به همراه معاونش یعنی خانم کامالا هریس تماس تلفنی با آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته باشن، هماهنگی برای ارسال کمک و همراهی دیپلماتیک و سیاسی و همچنین هشداری داشته باشن برای آنچه که گفتن بازداشتن بازیگران متخاصم برای بهره برداری از وضعیت موجود. و اما دیروز جان کربی هماهنگ کننده ارشد ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی در گفتگوی تلفنی که با خبرنگاران داشت از ارسال کمک نظامی آمریکا که عمدتاً مهمات هستش خبر داد. همچنین گفتش که برای بنا نداره آمریکا مستقیما وارد این درگیری بشه، اما معذالک اشاره کرد به تصمیمی که پنتاگون دو روز پیش گرفته بود و بر ارسال ناوگروه ضربتی به رهبری ناو هواپیمابر جرالد فورد که بزرگترین و جدیدترین ناو هواپیمابر آمریکا هستش به شرق مدیترانه. همچنین گفتش که اولویت آمریکا حفظ جان و منافع ملی آمریکا هستش. و اما چندین دوری که سوال ازشون پرسیدن در رابطه با اینکه نقش جمهوری اسلامی برای این حمله چی هست، گفت خب حماس تاریخ دیرینه‌ای داره از دریافت انواع کمک‌ها از جمهوری اسلامی، اما برای این حمله‌ای که از شنبه آغاز شد هنوز ارتباط مستقیمی را آمریکا در رابطه با اینی که آموزش دیده باشن و یا هدایت اون از طرف جمهوری اسلامی باشه پیدا نکرده. و فرهاد، در مورد تعداد کشته‌ها و به گروگان گرفته شدن شهروندان آمریکایی چه اطلاعاتی داریم؟ بله، باز هم کاخ سفید بیانیه‌ای صادر کرد و تعداد کشته شدگان آمریکایی رو تاکنون 11 نفر اعلام کرد. همچنین گفتش که رد نکرد اینی که تعدادی از آمریکایی‌ها ممکنه در بین گروگان‌هایی باشن که حماس با خودشون به منطقه غزه برده. گفته هماهنگی‌های بسیار تنگاتنگ و نزدیک با اسرائیلی‌ها داره در حال انجام هستش برای یافتن این پاسخ به این سوال که چند تعداد آمریکایی رو گرفتن. و همچنین بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای که دیشب صادر کرد گفت تمام اماکنی که مربوط به یهودیان هستش رو از پلیس FBI خواسته که میزان امنیتشون رو و مراقبت ازشون رو افزایش بده. و جزئیات هماهنگی کاخ سفید با متحدین اروپایی چه زمینه‌های کمک رسانی به اسرائیل رو پوشش میده؟ خب دیشب بیانیه مشترکی صادر شد در 5 پایتخت از جمله واشنگتن که کاخ سفید اون رو رسانه‌ای کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با همتایان یا رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا گفتگو کرده. رایزنی‌ها در این خط مشترک بودن که همراهی و هماهنگی با اسرائیل در حد اکثر انجام بشه و این به دنبال هدف کلیشون این باشه که اسرائیل بتونه از خودش دفاع کنه و اسرائیل بتونه در دراز مدت آینده باثبات در منطقه یکپارچه خاورمیانه داشته باشه. پیام ممنونم. گزارش زنده همکارم فرهاد پولادی از کاخ سفید.